در شروع یه زندان شلوغ مردان رو میبینیم که زندانی ها تو حیاط دارن ورزش میکنن. کمی بعد صدای آژیر به صدا در میاد و به زندانی ها گفته میشه به سلول ها برگردن. در همین حین یکی از زندانی ها یه نگهبان به اسم تام رو تهدید میکنه که اگه هواشو نداشته باشه به رئیس زندان میگه که اون به زندانی ها مواد میده. تام عصبی میشه و بهش حمله میکنه، اما بعد جوری کتک میخوره. نگهبانای دیگه خودشون رو میرسونن و تام رو به بهداری زندان میبرن. در ادامه همکارای تام ازش میپرسن چرا با زندانی درگیر شده. تام به دروغ میگه اون به مادرش فحش داده، بعدم بهش حمله کرده و باهاش درگیر شده. تصمیم میگیرن تام رو برای چند روز به برج مراقبت بفرستن. بعد از این تام از دوربین برج مراقبت متوجه فعالیت مشکوکی در حیات زندان میشه که منجر به یه دعوای بزرگ میشه. تام آژیر خطر رو میزنه. نگهبانا در موقعیت قرار میگیرن و به سمت زندانی یا گاز اشکاور شلیک میکنن. بعد با شلیک چند تیر هوایی زندانی ها روی زمین میخوابن. تام که متوجه میشه دوتا زندانی با هم درگیرن به طرفشون شلیک میکنه که از شانس بعدش تیر به یکیشون میخوره و میمیره. نگهبانا خودشونو به حیات میرسونن و زندانی ها رو دستگیر میکنن. اینجا تام تازه متوجه اشتباهش میشه. جلوتر مدیر زندان به همراه چند نگهبان در مورد شلیک تام صحبت میکنن که نگهبانی به اسم الکس از تام دفاع میکنه. مدیر زندان میخواد بدونه که چرا تام اون روز تو برج مراقبت بوده و میگه تام باید به یه زندان دیگه منتقل بشه. الکس به مدیر توضیح میده که تام تو زندان مورد حمله یکی از زندانیا قرار گرفته و به همین خاطر به برج مراقبت فرستاده شده تا جونش در خطر نباشه. در نهایت مدیر زندان با وجود مخالفت‌های الکس و بقیه دستور میده تام رو به زندان زنان منتقل کنند. در سکانس بعد داستان بعد از انتقال تام به زندان زنان ادامه پیدا میکنه. زندانیای زن وقتی که از کنار تام رد میشن سعی میکنن توجه تام رو به خودشون جلب کنند. حتی بعضیاشون با کارهای تحریک‌آمیز از تام میخوان که بررسی بدنیشون کنه. در ادامه مدیر زندان زنان از تام میپرسه چرا به این زندان منتقل شده. اون میگه تو زندان مردان مورد حمله یکی از زندانیا قرار گرفته و برای اینکه جونش در امان باشه به اینجا منتقل شده. مدیر زندان بهش میگه زندانیای زن فرقی با زندانیای مرد ندارن، چون اونا هم سعی میکنن ازش سوء استفاده کنن. کمی بعد یه زندانی به اسم صوفی با استفاده از آینه تام رو دید میزنه. جلوتر تو اتاق استراحت تام با همکاراش در مورد زندان مردا و زندان زنها با هم صحبت میکنن. تام به شوخی زندان مردا رو به یه جنگل تشبیه میکنه، اما همکاراش میگن اون باید خیلی مراقب باشه، چون زندانیای زن هم با دلبری های زیاد سعی میکنن توجهش رو جلب کنن، بعدم دخلش رو بیارن. همکارای تام قوانین زندان زنان رو بهش توضیح میدن و بهش توصیه میکنن که باید مثل یه ربات عمل کنه و تمام قوانین رو رعایت کنه. موقع خواب نگهبانا در سلول ها رو قفل میکنن و متوجه گوشی یکی از زندانیا نمیشن. بعد از تام میخوان که درهای سلول های بعدی رو قفل کنه. اینجا تام صوفی رو میبینه که داره کتاب میخونه. تام با صوفی یکم لاس میزنه و بعد در سلول رو قفل میکنه. روز بعد یکی از زندانیا وقتی از کنار تام رد میشه از عمد صوفی رو به طرف تام هل میده. صوفی هم سالار تام رو میماله و بهش میگه شب بیا ترتیبمو بده. اما یکی از نگهبانا به تام میگه باید حواسش رو جمع کنه، وگرنه زندانیا ازش سوء استفاده میکنن. همون شب تام به زندانیا دستور میده چراغای تختاشون رو خاموش کنن. بعد با اتاق صوفی نزدیک میشه و متوجه میشه که اون لخت شده. تام که حسابی زده بالا به بدنش زل میزنه. بدون اینکه متوجه بشه یکی از زندانیا داره با گوشی ازش فیلم میگیره. تو صحنه بعد تام از طریق اتاق کنترل رفتار عجیبی رو از صوفی میبینه. تام به سلول صوفی میره تا ببینه چه خبره. اون وانمود میکنه دلش درد میکنه و از تام میخواد که به درمونگاه ببرتش. اما صوفی تام رو میبره زیر پله، جایی که دوربین های کنترل تصاویر رو ضبط نمی کنن و ازش میخواد که موزش رو تا ته توش فرو کنه. تام سعی میکنه مقاومت کنه، اما در نهایت تقش رو میزنه.
صوفی از موقعیت استفاده کرده و با چاقو چند بار بهش ضربه میزنه. بعد از اونجا میاد بیرون و وانمود میکنه تام بهش حمله کرده و اون برای دفاع از خود تام رو زده. میشه از این داستان نتیجه گرفت که هیچ وقت تسلیم خواسته های سالار نشید، چون ممکنه گرون واسه تون تموم بشه. تا ویدیوی بعد، خدا نگهدار.